خب سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. امروز میخوایم مدار کلید تکپل رو بهتون آموزش بدیم. مدار کلید تکپل در واقع مدار خیلی پیچیده ای نیست، مدار خیلی ساده و اولین مداری هستش که در واقع شما رشته برق که میخواین یاد بگیرید اولین مداری که باش مواجه میشید همین مدار ساده کلید تکپل. در مورد کلید تکپل یک توضیحی که بایستی بدم اینه که خب تمام اتفاقاتی که در واقع در مدار میفته اکثرا روی سیم فاز هست، یعنی اینکه ما برای اینکه بخوایم که یه دونه لامپ رو روشن کنیم با استفاده از یک کلید حتما بایستی که سیم فاز داخل کلید بره و از اینکه سیم نول داخل کلید بره یه کار اشتباهیه و به هیچ عنوان نبایستی در سر مسیر نول ما فیوز یا کلید قرار بدیم و تمام اتفاقا روی فقط سیم فاز میفته، یعنی سیم فازی که از در واقع فیوز و کلید عبور خواهد کرد. حتی برای کلید های دو پل یا کلید صلیبی و تبدیل که در جلوتر میخوایم صحبت کنیم همه کاری که ما داریم انجام میدیم با سیم فاز است. و نکته هم که میخواستم بهتون بگم اینه که اکثر ما سعی میکنم که حالا تو این ویدیوها سیم نول رو به رنگ سبز در نظر بگیرم و سیم فاز رو به رنگ های قرمز و مشکی. خب الان میریم که در واقع کلید تک پل رو با همدیگه ببندیم. این کلید تک پلی که میخواستم بهتون یاد بدم در واقع این کلید، حالا کلید های بعدی که کلید های صلیبی و دو پل هست در جلسات بعدی به شما آموزش خواهد داده شد. کلید تک پل در واقع اگه ببینید پیچ های مختلفی روش هست، اما کلیدی که پیچی که ما در واقع باش کار داریم کلید تک پل که ما امروز باش کار داریم در واقع این کلید هست که حالا مستقیم قابش رو برداریم که خیلی راحت تر باشه استفاده از اون. کلید ها معمولا دو تا پیچ داخلی دارن، حالا این پیچ هایی که روش هستن شما اینجا شاید چهار تا پیچ ببینید، یک پیچ، این دو پیچ، این سه پیچ و این هم چهار پیچ، اما در واقع دو تا پیچش هست که استفاده میشه، یکیش برای ورودی فازه و یکی هم برای خروجی فاز. اون دو تا پیچ دیگه در واقع واسه سفت کردن کلید تو کار وقتی داخل دیوار قرار میدیم. خب در واقع یک سیم رو ما از برق میگیریم، حالا من از اینجا میگیرم که در واقع سیم فازمون میشه، یک سیم رو به فاز وصل میکنیم. البته هنوز برق قطعه، بهتره که شما اول برق قطع کنید و بعد این کار رو انجام بدید. یک سیم وارد کلید تک پل میشه که در واقع شما واسه این پیچ رو باز کنید، پیچ قرمز رنگ رو، بعد از اینکه این پیچ رو سفت کردید پیچ دومی که هست که در واقع خروجی فاز هست به سمت مصرف کننده که حالا میتونه لامپ باشه، خب پس ما پیچ دوم که خروجی در واقع مصرف کننده هست رو هم وصل کردیم. برای اینکه در واقع به سرپیچ وصل کنیم نیاز هستش که اول ما سرپیچ رو باز کنیم و در واقع سیم فاز رو وارد سرپیچ کنیم. روی سرپیچ هم که همونطور مشاهده میکنید دو تا پیچ هست که حالا فرقی هم نمیکنه که ما رو کدوم باشه، ولی بهتره که و خیلی ایمنتره که ما این رو در واقع پیچی که به این در واقع زائد خورده و وصل هست رو به عنوان فاز در نظر بگیریم، یعنی این پیچ. اگر از این ور نگاه کنید این پیچ در واقع وصل میشه به این قسمت از لامپ که در واقع ته لامپه،
حالا اگه شما یه ساختار یک لامپ رو در نظر بگیرید به این صورته، این یک لامپه. شما وقتی سرپیچ رو داخل لامپ قرار میدید، این قسمت انتهای لامپ به فاز میخوره و این قسمت بدنش به نول میخوره. پس بهتره که ما اول فاز رو به این ته در واقع سرپیچ لامپ بدیم و نور رو بدیم به این قسمت. دلیلش اینه که اگه یه وقت کسی خواست لامپ رو باز کنه و اشتباهی دستش خورد به این قسمت، برق نگیرتش. پس یادتون باشه که حتما در واقع فاز رو به این قسمت وصل کنید. البته اگه برعکس هم وصل کنید لامپ روشن میشه، فقط برای ایمنی بیشتر هستش که ما میگیم سیم فاز رو حتما به این پیچ وصل کنید که میشه اینجا دقیقا. خب ما سرپیچ هم بستیم و دیگه هیچ کاری نمونده، کافیه که لامپ رو وصل کنیم. برق رو هم وصل کردیم، حالا نوبت این هستش که مدارمون رو تست کنیم. مشاهده میفرمایید که کلید تک بول با در واقع یه بار زدن کلید روشن و خاموش میشه. امیدوارم که این آموزش کلید تک بول برای شما مفید واقع شده باشه و ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. در قسمت های بعدی با انواع مختلف کلیدها بیشتر آشنا خواهیم شد. خیلی ممنونم، من محمد رضا معصومی هستم.